دوستان از سلام به دومین ویدیوی کانال جدید یوتیوب من دکتر ولاکتور خوش اومدید اول بعد از همتون تشکر بکنم که ویدیوی اول این کانال رو دیدید لایک کردید کامنت گذاشتید و واقعا من شگفت زده شدم از این همه بازخورد مثبت شما نسبت به اون ویدیو تا این لحظه اون ویدیو حدود 1500 بازدید داشته و با توجه به اینکه اولین ویدیوی کانال منه واقعا فراتر از حد انتظاره و این به من این انگیزه رو میده که ویدیوهای بیشتر و با کیفیت تری برای این کانال تولید بکنم به افتخار شما به سلامتی همه شما یک جوه قهوه می نوشم. اگه اولین بار هست که یکی از ویدیوهای منو میبینید من محمد جواد احمدیان هستم استاد آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه لیدز و همچنین مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه لیدز هم هستم و همچنین مدیر تحصیلات تکمیلی در دانشکده آموزش دانشگاه لیدز هم هستم و کلا در اوقات فراغتم از اینجور ویدیوها میسازم و تجربیاتم و اون چیزهایی که بلد هستم رو با دوستان عزیز در اینستاگرام و یوتیوب به اشتراک میذارم یه کانال یوتیوب دیگه هم دارم که مخصوص آیلس فقط ویدیوهای مخصوص آیلس میسازم و فقط به زبان انگلیسیه اگه دوست داشتید اون کانال من رو هم سابسکرایب کنید ها زندگی همینه دیگه ویدیو داری درست میکنی بعد بیای وسطش غذا درست کنی یه روب دیگه هم که من جلسه دارم الان ساعت نیست یه روب به سه ساعت یه روب به سه ببینم چونم اون روز زوم کنم بله ساعت سه من جلسه دارم و الان مشغول بازی گوشیم الان ته. منتظرم برنج جوش بیاد درباره یکی از سوالات بسیار بسیار متداول زبان آموزان صحبت بکنم اینکه چطور میتونیم بدون کلاس رفتن سطح زبان انگلیسیمون رو تقویت بکنیم البته من توصیه همیشگیم برای زبان آموزان اینه که حتما کلاس برید مخصوصا اگه اول راه هستید و تازه میخواد شروع بکنید چند ماه کلاس رفتن خیلی به شما کمک میکنه که به سطح مورد نظر برسید که بتونید اون خودتون کار بکنید اما اگه شما جز اون دسته از زبان آموزایی هستید که چند ماه کلاس رفتید و الان فکر میکنی که یه ذره همچین بگینگی را افتادی و میتونی خودت به صورت خودخوان ادامه بدی این ویدیو برای شما خیلی مفید خواهد بود چون که من میخوام اون ترفندها، تکنیکها و برنامه که خودم استفاده کردم تا به سطح فعلی برسم رو با شما به اشتراک بذارم مورد اول توی این برنامه آموزشی اینه که روزی حداقل 20 دقیقه پادکست یا فیلم گوش بدی. گوش دادن رکن اصلی یادگیری زبانه. شما تا وقتی که به اندازه کافی یک زبانی رو گوش ندید و در معرضش قرار نگیرید نمیتونید به سطح مورد نظرتون برسید. حالا چرا میگم 20 دقیقه البته اگه حالشو داشتی بیشتر انجام بده ولی 20 دقیقه کفه در واقع شما با 20 دقیقه هم در دراز مدت میتونی به پیشرفت خیلی قابل توجهی برسی اگه زیادش بکنی 20 دقیقه رو ممکنه خسته بشی ممکنه زده بشی و کلا یادگیری زبان رو کنار بذاری بنابراین من میگم 20 دقیقه شما از همون 20 دقیقه شروع بکنید و به مرور اگه حالشو داشتی اگه وقتشو داشتی و اگه دیدی که به کارهای اصلی دی دیگه که داری آسیب نمیرسونه کوچولو کوچولو زیادش بکن میدونم سوال بعدی چیه چی گوش بدم چه جوری گوش بدم آها گوش دادن به نظر من دو حالت داره یه حالت حالت ریلکس داره یه حالت هم جدی و فشرده و متمرکزه فشرده یعنی اینکه شما بشینی یک پادکستی بر خودت بذاری و بعد نوت برداری کلماتش رو در بیاری اگه ساختار گرامری جدیدی توش بود برای خودت یادداشت بکنی و دوباره فردا بیای همونا رو تکرار بکنی به این میگن گوش دادن فشرده که به شما کمک میکنه که لغات جدید یاد بگیری، ساختارهای جدید یاد بگیری و تلفظت هم بهتر بشه. یه حالت هم داریم که گفتم حالت ریلکس تور که البته اونم عالیه، اونم عالیه. یعنی اینکه بشینی تو پارک پادکست گوشت باشه و گوش بدی داری رانندگی میکنی گوش بدی داری راه میری گوش بدی حالا شما ممکنه بگی که من اون موقع که نوت بر نمیدارم اون موقع که دیکشنری کنارم نیست این چه فایده ای داره فایدهش اینه که شما بعضی کلمات بعضی ساختارها و تلفظ بعضی کلمات رو به صورت ناخودآگاه یعنی اینکه حواست به یه کار دیگه است داری رانندگی میکنی ولی ریتم زبان و مغزت برمیداره کلمات انگلیسی رو مغزت جذب میکنه و بعدا یه جای اینا رو استفاده میکنی خود تعجب میکنی میگی اه من این کلمه رو کجا یاد گرفته بودم یعنی در این حد که خودت هم تعجب میکنی این برای من هم خیلی وقت اتفاق میافته مثلا یه فیلمی دیدم و اصلا حواسم به فیلم بوده حواسم به یادگیری زبان نبوده فرداش وقتی دارم با همکارم صحبت میکنم یه دفعه یه استفاده میکنم که میگم اه من این اصطلاح کجا یاد گرفته بودم بعد یادم میاد که دیشب که داشتم اون فیلم رو میدیدم به صورت ناخداگاه ذهنم has picked it خب پس فشرده و ریلکس تور حالا چی گوش بدم اینم سوال خیلی خوبیه به نظر من اینکه چی گوش بدی بسته به اینه که شما به چی علاقه داری مثلا اگه به پادکست های آموزشی علاقه داری اونا رو پیدا بکن و گوش بده مثلا میتونی از گوگل پادکست پیدا بکنی یا میتونی از کست باکس پیدا بکنی یا از اپل پادکست پیدا بکنی یا میتونی از تو اینترنت بگردی و پادکست ها رو دانلود بکنی توی موبایلت بریزی و گوش بدی یه کار مفید دی که من خودم انجام میدادم اینه که شما صدای فیلمایی که دیالوگ زیاد داره یعنی متن زیاد داره صحبت کردن زیاد داره روی موبایلتون بریزید و صداش تو گوشتون باشه و از اون صدا استفاده بکنید یعنی حتما نباید پادکست باشه اخبار باشه یا داستان باشه میتونه فیلم باشه فیلمی که قبلا دیدی و الان صداشو میذاری توی گوشت که برای هدف یادگیری زبان ازش استفاده بکنی. Okay, where was I? You were telling us how you met Mom in excruciating detail. Right. So back in 2005 when I was 27, my two best friends got engaged and I got. پس فاهمت گشته. اینکه از کجا بیاری چی باشه اصلا مهم نیست. این موضوع کاملا هاشیهاییه. خب مورد دوم توی لیست من روزی 20 دقیقه متن خوندنه حالا این متن خوندنم مثل فیلم گوش دادن مثل پادکست گوش دادن دو حالت داره حالت ریلکس تور که شما میشینی مثلا یه رمان باز میکنی یا متن مورد علاقت رو باز میکنی متن اخبار رو نگاه میکنی و همینجوری میخونی میری جلو بهش میگن ریلکس تور بدون اینکه نوت برداری بدون اینکه زیر کلمات مهم خط بکشی فقط و برو جلو و مطمئن باش که تاثیر مثبت هم داره حالت دوم حالت فشرده است اینی که شما یک متن رو انتخاب بکنید بشینی کلماتش رو قشنگ خط بکشی در بیاری معانیشو تلفظاشو در بیاری ساختارای جدید و زیرش خط بکشی ببینی چه جوری کار میکنه اون ساختار به این میگن حالت فشرده بازم شما میتونی هم فشرده بخونی هم حالت تور هر کدوم انجام بدی اوکیه قابل قبوله حالا اینکه متن از کجا پیدا بکنی بازم متن توی اینترنت زیاد هست شما میتونید بگردید تو وبسایت های مختلف و متهای مورد علاقتون رو پیدا بکنید و بشینی همونا رو بخونید. این بستگی به هدفت داره اگه مثلا میخوای امتحان آیلتس بدی من میگم برو متنای آیلتس رو بخون اگه میخوای برای اهداف عمومی زبان یاد بگیری یعنی مثلا بتونی کتاب بخونی بتونی همینجوری زبان انگلیسی رو یاد بگیری نه با هدف آیلتس دادن یا تافل دادن بشین متنایی که توی اینترنت پیدا میکنی مثلا روزنامه های انگلیسی که هستن گوگل نیوز کتاب داستان هایی که ممکنه بخون. خونی توی رمان هایی که ممکنه بخونی همونا رو استفاده بکن <applause> نکته بعد توی این برنامه آموزشی اینه که متاسفانه متاسفانه شما باید با خودتون حرف بزنید چرا؟ چون که وقتی کلاس میری معلم هست دانش آموزای دیگه هستن زبان آموزای دیگه هستن و میتونی با اونا حرف بزنی خب وقتی که کلاس نمیری کسی نیست غیر از خودت خودت یا خودت پس بعد جلو آینه وایسی و به خودت حرف بزنی حالا آینه هم نبود اشکال نداره یک موضوعی رو انتخاب کن با خودت حرف بزن و اگه تونستی صدای خودت رو ضبط کن مورد بعد توی برنامه آموزشی من که البته مربوط میشه به مورد اول که فیلم و پادکست ببین اینه که فیلم تکراری ببینی فیلم تکراری خیلی مهمه به خاطر اینکه شما داستانش رو میدونید و الان که داری دوباره اون فیلم رو نگاه میکنی و داری تکرارش میکنی توجه شما به سمت ساختارها لغات و تلفظ کلمات جلب میشه پس از دیدن فیلم تکراری و نوت برداری از ساختارها کلمات و عبارات جدید قافل نشید خب نکته آخر توی برنامه آموزشی من اینه که اگر میخواید یادگیری زبانتون به صورت خودخوان جواب بده بین نوبتهای یادگیریتون خیلی فاصله نندازید یعنی اینجور نباشه که الان بخونی الان پادکست گوش بدی الان فیلم گوش بدی و بعد بره یه هفته دیگه دو هفته دیگه اینجور خوندن به نظر من خیلی فایده نداره خوندنی خوبه یعنی مطالعه خوبه یادگیری خوبه و موثره که آهسته و پیوسته باشه شما همون ده دقیقه پادکست گوش دادن رو انجام بده ولی هر روز انجام بده هر روز ده دقیقه پادکست انجام دادن خیلی مزاحم کارهای اصلی شما نمیشه ولی اگه بخوای مثلا هر روزی یک ساعت دو ساعت سه ساعت این کار انجام بدی ممکنه مزاحم کارهای اصلی شما بشه و به مرور اصلا زده بشی و کنارش بذاری پس آهسته و پیوسته جلو برو و مطمئن باش که جواب میگیری البته اینم بگم که من قبلا توی صفحه اینستاگرامم هم, هم, اینو گفتم من خودم یادگیری زبان رو به صورت انفجاری شروع کردم یعنی تا سال چه چهارم لیسانس که بودم خیلی همچین انگیزه برای یادگیری زبان نداشتم بعد یه دفعه سال چهارم به صورت انفجاری یعنی روزی ده ساعت یازده ساعت فقط میشستم گوش میدادم میخوندم مینوشتم نوت برمیداشتم و ظرف مدت شیش ماه هفت ماه من نتیجه بسیار بسیار عالی گرفتم یعنی سطح زبانم اگه اینجا بود یهو رسید اینجا بعد از شیش ماه باور کنید پس انفجاری هم جواب میده خب بازم مثل ویدیوهای قبلی میخوام ازتون دعوت بکنم که موضوعاتی که به نظرتون میرسه رو در قسمت کامنت بنویسید و من واقعا فقط بر اساس موضوعاتی که شما بگید ویدیو تولید میکنم اصلا این موضوعی هم که امروز دربارش ویدیو تولید کردم فقط بر اساس سوالاتی بود که شما تو اینستاگرام از من پرسیده بودید و فکر کنم یه دونه کامنت هم به این نکته اشاره کرده بود من همه سوالات شما رو یادداشت میکنم و به مرور دربارشون ویدیو میسازم متشکرم لایک کنید، سابسکرایب کنید، یادتون نره، خدافظ.